بهتر میشه و اگر خدای نخواسته نسبت به مقام ایشون انسان مسامحه‌ای بکند، مملکت در انحطاط. چون الان دگانه استوانه‌ای که مردم به توجه دارند ایشون است، و اگه ایشون که فوق همه قواه است ضعف پیدا بشه و درش به ترتیب چرخ بزرگ ساکت بشه، چرخهای کوچک همه از کار میفتند. تمام حرکات چرخهای کوچک به برکت همه چرخ بزرگ، چرخ بزرگ که از کار افتاد چرخهای کوچک همه از کار میفتند. نمیدونم خاطرتون هست اون روز که آقای بازرگان اینجا بودن، تبرکت دادم بشون اون روزی که آقای بازرگان همینجا شما بودید؟ من نه، آقای بازرگان شما خوب تذکر دادم که بله باید مقام ایشون محفوظ بمانه. خب حالا دیگه اون هرچه شد شد. در هر حال که این مطلب مهم اول این است که مقام ایشون را محفوظ بدن. دویم این که سعی کنیم که مردم را امیدوار کنیم. یه مقداری از مسامحات قبل از انعقاد مجلس و بعضی طرح‌هایی که دادم و بعضی این کارهایی که واقع شده است، همچنین مردم فلجمله بعضی ها اظهار میکنند که ما امیدوار نیستیم، به آتی خوب امیدوار نیستیم. باید طوری کرد که انشاءالله مردم امیدوار بشوند به اینکه دولت میخواهد با مردم خوب سلوک کند، دولت میخواهد مملکت داری کند، دولت میخواهد برای کمک بکند به مردم. همیشه در نویدها به مردم بدهید که مردم امیدوار بشوند و موجب محبت ملت بشوند به دولت، نه همیشه ارعاب خدای نخواسته سرل به محبت مردم از دولت بشود. مملکت داری دو چیز میخواد. یک کنونچه پیغمبر صلی الله علیه وسلم که میکنند، یکی این است که مردم را انذار بکنند به اینکه کارهای خلاف قانون نکنند، یعنی مردم را تخویف کنند از او. یکی هم امیدوار کنند مردم را، بشارت و هم مبشر باشد هم منذر باشد انسان، هر دو را باید ملاحظه بکنند. دیگر این که همیشه رژیم حکومت را رژیم حکومت اسلامی قرار بدهند و مواظب باشند که خدای نخواسته از حکومت اسلامی منحرف به غیر اسلامی نشود. این یه مطلبی است که هم برای خود مملکت اصلاح شش موقوف به این است که اسلامی باشد، و هم سایر ممالک اسلامی که نسبت به بعض احکام مطلع هستند وقتی بفهمند که این جمهوری اسلامی خدای نخواسته بعض احکام خلاف اسلام را میخوان ترویج بکنند، باعث این میشد که اونها به انسان بدبین میشوند و این خوب نیست که کاری بشود در مملکت جمهوری اسلامی که باعث بدبینی سایر ممالک اسلامی بشه، خصوص اون چیزایی که بین همه مسلمان ها معروف و مشهور هست. بله بله، همیشه مراعات این که حکومت اسلامی باشد و انقلاب حقیقتا انقلاب اسلامی باشد، به این معنا که منقلب شده است کفر به اسلام. یعنی چون در اون زمان پیش مدت زمانی طول کشید که
داشتن اسلام را از بین می بردن و وجهی اسلام و شخصیت اسلام را از ایران برده بودند. و نوعاً بله التقاط می کردن از غرب یا از ممالک دیگر و اصلا اسلام را در نظر خودشون علاوه بر این که عمل بش نمی کردن مخل به کارشون می دانستن. حالا انقلاب شد به این معنا که نه، الان فقط اسلام است و از کفر دیگه چیزی داخل اسلام نخواهد شد انشاءالله. موفق باشید که این مطلب بسیار مهم است تا مردم به شوق و نشاط اقبال بکنند به مملکت و به دولت. دیگر اینکه مملکت ما حالا با اینکه میدانید نسبت به مرزها چقدر هر روز یک وقایعی می شود، یک اتفاقاتی می افتد، میان از خارج یا داخل نزاع می شود، کشت و کشار می شود، در شهرستان ها هم همینطور بعضی مطالب پیدا می شود غیر از مرزها. فعلا مملکت ما بسیار بسیار محتاج به ثبات و امنیت است که این را باید امنیت را به تمام قوا ملحوظ دولت باشد که امنیت را انشاءالله حفظ بکند، که اگر این امنیت حفظ نشد و خدای نخواسته به هرج و مرج منجر بشود، یه وقت میبینه که خدای نخواسته دولت هم نمتوند جلوگیری بکند. بله الان احتیاج تام به امنیت و به سازندگی. و دیگر این که سعی بکنید در اتفاق و اتحاد ما بین اجزای همه اجزای دولت از رئیس جمهور گرفته تا تمام ارگان ها به قول بعضی ها، این باید که همه با هم متحد باشد و اگر اختلافی در اونجا پیدا بشود قهرن موجب ناامیدی مردم میشود و ای بسا که فسادش در مملکت زیاد باشد. سعی بکنند که در اونجا هیچ اختلافی نباشد. وقتی در اونجا اتحاد پیدا شد مملکت را آرام کردن و امنیت دادن و اینها دیگه سهل می شود. و هر کسی به فکر این که خودش یه موضع گیری داشته باشد در قبال اون یکی نباشد، هدف حفظ مملکت باشد، هر کس هر قدری که متمکند و هیچ مقام مداخله در کار مقام دیگر نکند تا این باعث بشد اختلال پیدا بشود در مملکت. هر کسی در کار خودش مشغول به تکمیل و مشغول به این باشد که کار خودش را کاملا بله انجام بدهد به نحوی که صحیح هست و قابل هست که انجام بدهد و کاری نداشته باشد به مقام دیگری و هر کسی در قبال اون یکی موضع‌گیری نکنند، که اینم خودش ضرر خیلی بسیار دارد و نمی‌شود که با این مسئله مملکت را اداره کند. دیگر این که و خود این موجب ضعف قوا و ضعف مملکت می‌شود. و دیگر این که در هر یک از سازمان‌ها اهتمام داشته باشد که همینطوری که عرض کردم وظایف خود را به نحو صحیح انجام بدهند و اشخاص صحیح انتخاب بکنند. و این خیلی خیلی اهمیت دارد که الان خیلی از منحرفین حتی مثل کمونیست ها حالا یا در لباس مسلم یا در لباس کمونیست
در بعضی جاها سرکارن که حالا خداوند انشاءالله که قوت بدهد که بتوانند اینها را برکنار بکنن، مثل کمونیست یا امثال اینهایی که بر ضد انقلاب هستن، اینا را از سر کار بردارن، بالخصوص در فرهنگ که شما قبلا بودید و اون روز هم سفارش کردیم. حالا اون وقت آیا چه میشه و چه شده است و چه خواهد شد، خدا کمک کند. مثل اینکه هنوز طوری نشده که رضایت من باشد. امیدوار هستیم که تأکید بکنید که اینها درست باشد، که در هر یک از این سازمان ها مردمان صحیح و صالح و مشغول به کار خود باشند و کاری دیگه به کارهای دیگران نداشته باشند. و برای مستضعفین هم کوشش بشود که رفاه ایشون فراهم بشود و فقط حرف نباشد که هی بگویند مستضعفین مستضعفین، اما در مقام عمل اینا را بیکار بشن، منتظرند که حالا به ما چیز بدند و اونا هم که نمیشد درست بشد و عمل براشون درست کنند. مشغول بشید به فرض بفرمایید انجام کارهای عمرانی مملکت، اینا را همه را استخدام بکنید به طوری که ای بس هم اینه که کم هم میاد خادم کم داشته باشید، راهسازی شروع کنید، قنات درست شروع کنید، چادر درست کنید در موارد در چیشید اراضی مواد، مشغول بشید به کار که مردم بیان به کار مشغول بشن. مردم وقتی به کار مشغول شدند و ببینند که دارن مزد میگیرند و کار میکنند، دیگه از تعرض به دولت منصرف میشه. اصلا وقت نداشته باشن که تعرض به دولت و هر کسی فکر کار خودش میشه. باید که برای مستضعفین رفاهیت درست کرد که به رفاهیت مشغول کار خودشون بشن، هم از جهت کشاورزیشون، هم از جهت کارخونه ها، هم از جهت کسبشون، عرض می شود که هم از جهت معاملاتشون، همیشه اینها را براشون رفاهیت درست بکنند و هی مشکلات درست نکنند که از یه طرف معامله راکت بموند، از یه طرف کارخونه راکت بموند، از یه طرف کشاورزی راکت بموند. وقتی اینا شد اصلا اقتصاد مملکت یه به کلی مختل می شود. باید مردم را به کار واردار، مملکتم به چرخ مملکتم به کار می افتد. بله. و همچنین مسئله همون آموزش و پرورش را که عرض کردم، باید خیلی خیلی جدیت داشت در اینکه او به نحو صحیح و شرعی درست بشود و اشخاصش تهذیب بشود. و وسائل تبلیغاتی را هم که از همه مهمتر است، پاکسازی واقعی بشود، نه پاکسازی از پاکان، پاکسازی از ناپاکان. اگر بخواد پاکسازی از پاکان بشود، این مختل میشود امور تبلیغات. الان رادیو تلویزیون باید جوری باشد که مردم ازش راضی باشند. و اینقدر هر کس هرچه مثلا میل خودش است در اونجا ارائه ندهد به مردم، هرچه برای مملکت نافع است ارائه بدهند، نه اینکه هیچ چیزی بگن که بگد مثلا یه دسته به من توجه پیدا کنند. باید اونی که واقعا برای مملکت نافع است اون را باید تعقیب بکنند. بله. بعد طوری بکنند که مملکت ترقی با در معرض ترقی باشد و عرض می شود که بتواند خود مملکت و افراد یک راه خودکفایی برای اونها درست بشود که بتونند خودشون کافیه برای خودشون باشند یا کفایت بکنند از حوائج خودشون. و مخصوصا فعلا چون یه دسته کمونیست هستن و مثلا
تشویق بکنند به یک مطالب خلاف شرعی، خیلی این جهات مراهده بشود که اموال مردم محفوظ باشد، غصب اموال مردم نشود، فرض بفرمایید که مصادرات بی موقع واقع نشود، اراضی کارهای شرعی تعطیل نشود، اجاره، مضاربه، مضارعه، اینایی که مردم را به کار وامی دارد و مردم را چشید میکند، اینها ردیف بشود، درست بشود. هیچ معنی این ندارد که خود دولت بعضی چیزهایی را احیا کند و به مردم مضارعه بدهد، اجاره بدهد. زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم از خودشون این کار را میکردن، میدادن دست مردم و احیا میکردن، میدادن دست مردم و همیشه اجاره و مال مضاربه و مضاربه که در نقود و عرض میشود که در زراعت هم. الان آدم وقتی که میخوند تاریخ قوم را مثلا ما میخونیم، میبینیم که هر سال یک ضریبه برای اینها قرار دادند و امسال مثلا چقدر به سال دیگه چقدر از اراضی که میدادن به عنوان مزارعه و اون وقت چقدر چقدر براشون. مردم را مشغول کنید به کار، خود دولت هم انتفاع میبرد، مردم هم انتفاع میبرند. مشغول به کار بکنید تا میتوانید خودتون اراضی مواد را احیا کنید و بدید دست مردم تا این مردم انتفاع ببرند. هرچه هم مخید براشون قرار بدید که اینقدر هم بدید به دولت، خیلی هم امر مشروع است و برای مردم هم خوبه. مقصود این که احکام شرع باید حفظش اول هدف جمهوری اسلامی باشد و بعد رفاهیت مردم درست بشود انشاءالله. و همچنین امیدوار هستیم که همه با هم به عنوان رفاقت و به عنوان اتحاد و دوستی انشاءالله این مملکت را از دست دشمن با تفضل الهی نجات بدهید. الان در معرض خطره، امیدواریم خداوند حفظ کنه انشاءالله که قوت عنایت بفرماید که لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. خیلی ممنون و متشکرم. مطالب همش امیدوارم که خدا توفیق بده بهش برسیم انشاءالله. بخصوص اون مورد اول که درباره امام فرمودید. بله. من خیلی در گذشتم از این مسئله رنج می بردم که چرا به اندازه کافی بهش توجه نمیشه. واقعا اینجا یه مقدار قابل ملاحظه روحیه پیدا کردم و من خدا را شکر میکنم که یک چنین برداشتی شما از مسئله دارین که امروز ما هم که در سطح پایین هستیم احساس میکنم که خیلی نیاز هست به این مسئله و از موفقیت های اسلام الان همین باید باشه که شما در چنین مقامی این مطلب رو وقتی بفرمایید طبیعیه که دیگران چیزی غیر از این نخواهند داشت. الحمدلله، خدا رو شکر. درباره حکومت هم همونطور که اطلاع دارید سعی بر این هست که انشاءالله همونطور که در آموزش پرورش کوشش میکردیم که تا اونجایی که مقدور هست افراد غیر معتقد تصمیم گیر نباشند، انشاءالله در سطح وسیع تری این کار رو بیاری خدا انجام میدیم. خداوند انشاءالله که دعای شما رو در حق ما مستجاب کنن و به ما هم توفیق بده در تبعیت از راه نمایی. اشخاص متدین را وادار کنید که در امور کلی ادارات ناظر باشند و ببینند که آیا غیر متدین در اونجا هست یا نیست. چون وقتی غیر متدین باشد ولو به حسب ظاهرم خوب رفتار کند، در واقع ضررش را به مملکت میزنه. خیلی مواظبت بکنید در این معنا که اشخاص غیر متدین سر کار نباشند. قطع کنید، من سوال خصوصی دارم. امیدواریم انشاءالله که
همه سکنه ایران بالاخص مسلمین انشاءالله از مسائل جمیله شما روز به روز در اوج ترقی باشن انشاءالله و این شوریدگی گوریدگی انشاءالله اختلافات به کلی رفع بشه انشاءالله و مستدعی هستیم که عنایت تامه به مرزها داشته باشید اینا چون اطلاعات واصله مرزها البته یه قدی رفت آمده بعضی از اون افراد مضره هست هنوز اینا خیلی عنایت بیش از پیش باشید اینا حتی مقدم بدارید رو بر همه چیز اینا و امیدوارم که انشاءالله اتحاد یگانگی از کنم که دوستی برقرار باشه بین همه آقایون ما همینجا دعاگو هستیم که آنن فانن ساعت به ساعت انشاءالله که موفق باشید به اصلاح دوایر به اصلاح وزارت خانه ها و توجه انشاءالله به جریان احکام شرعیه ما میخواییم که ناراضی درست نشد میدانید که علت بزرگ زوال اون جهت سابقه قضیه ناراضیگری بود این برای ما انشاءالله پیش نیاد و یه عنایت خاصی بین مطلب داشته باشید که در این گوشه کنارها یه کارای اتفاق نیفتد که بیش از پیش موجب نارضایتی باشد انشاءالله و به مر قوانین اسلامی عمل بشه و پیاده بشه این نقشه اسلامی در این مرز بوم انشاءالله به برکت حضرت ولی عصر عجل الله فرجه و ائمه اطهار که این مملکت مملکت علی است و اولاد علی و مخصوصا مستعدی هستیم که نسبت به خوزستان در تقویت تشیع در اونجا عنایت خاصی داشته باشید در ایران و بالاخص در خوزستان این مطلب به این نکته باید بسیار رعایت بشه تقویت تشیع این ها باید رعایت بشه و قوانین فرزند که عدل الهی اون جوری را که فرزند دستور قرآن شریف است دستور پیغمبر مکرم است دستور ائمه طاهرین است در این مملکت پیاده بشه انشاءالله و چشم امید داریم آقا که امثال حضرت عالی در مصدر امور واقع شده اید غیر از دیگرانید از شما واقعا شخصا توقع داریم ما همینجا دعاگو هستیم که یومن فیومن خداوند عزت شما را شوکت شما را افزون بفرماد انشاءالله و همه ما ها دلخوش باشیم به این که قوانین اسلام در این مملکت جاری شده و این کشتی به ساحل نجات رسیده انشاءالله البته میدانید که خیلی به قیمت زیاد این تمام شده است این جمهوریت ما و این استقلال ما خونهای عزیزای ما رفته نه در این اواخر در رژیم سابق چقدر بعد چقدر اینها حیف است که هدر برد اینا باید رعایت کرد و اول چیزی که نافع است به حال ما اتحاد است اتحاد و اتفاق باید فرسنو داریم که بگو نگو مختصر گله گشه به قول عوام اینها باید کنار گذاشته بشه برادری دست به هم بدن که این مملکت رو انشاءالله که هر کسی یه جهتی را متکفل باشه یه زحمتی را متکفل باشه تا به سامان برسه انشاءالله امیدواریم که و جدا عرض میکنم بنده از وقتی که خب شنیدیم که از تالی این منصب داده شده سینها خیلی خوشوقتیم از این که چون بنده میشناسم خانواده محترم را که امیدواریم که امثال شماها باید اداره کنید این مطالب را و در خاتمه نسبت به آب قوم مکرر عرض شده و چشم انتظار داریم که این آب درست بشه آقا صد آقا درد قوم را دوا نمی کند چون رودخانه قوم آقا شنباره شناوره صد متصل پر میشه هی باید محتاج به تنقیه و زحمات و فلان آبی که اساسی باشه الان میدانید آقا چه آبی اهل این شهر مصرف میکنه واقعا خجلم از شرمندگی و همچنین اهتمام در این که فرزانت این مراکز فساد کاملا برچیده بشه بسته بشه در اینها که این جوانهای ما انشاءالله رو به دیانت که آمدن بیشتر رو به دیانت بیانده بله امیدواریم نسبت به روحانیت هم روحانیت پشتیبان شماها هستن پشتیبان همه آیون هستن دعاگو هستن اندش شده میبینید روحانیین از هیچ چیزی مضایقه ندارن نسبت به کمکشون قلمن قدمن رقمن همه جور و ملاحظه فرمودید دیگه چندین سال بود آیون دانشگاهیات خواستن اون رژیم سابق عوض بشه نشد به جایی نرسید رجال سیاسی محترم ما نشد بالاخره که چند تا روحانی که تو کار آمد ملت دنبال اینا بود کار خاتمه پیدا کرد به حمد الله والمنه لذا روحانیین را هم ارتباطاتتون باید قوی تر از سابق باشد که کاملا ارتباط و گاهی هم مشورتی با پیر مردهای اینها
به فرمایش شیخ سعدی که پیر در خشت خام بیند اون چرا که جوان در آینه نبیند. این تا اندازه مسلم بین عقلای دنیاست که تجربه باب بزرگی است در کارهای دنیا. مشورتی بشه با روحانیین و در کارها مثلا از رجال قدیم فرض کنید مثلا فرسوده تو خانه نشسته باز استفاده کنید آقا، ولو به عنوان مشورت از اینها دعوت کنید. این رشته را مستدعی هستیم که داشته باشید که مشورت بشه در این جریانات، مشورت بشه هم با روحانیین، هم مشورت بشه با رجال با تجربه ما که در گوشه و خانه ها افتادند. اینا باید استفاده کرد از اینها، اینا هزار تا خطا کردن تا یه تجربیاتی پیدا کردند. نمیشید افکار اینها را ندیده گرفت. این استدعارم داریم از سرکار انشاءالله و امیدواریم به برکت این فرزند بر این که اقدامات سرکار هم مرزهای ما درست بشه، تقویت بشه و در این مرزها آقا چریک باید تربیت کنید، ارتش نمیتونه. و مرزها هم که دیگه بیشتر از مخصوصا مرز عراق را، مرز عراق، چون این مرزی که اینها الان حمله به ما میکنن کوهستانی کوه ندارد، سنگرهای ما زمینی اونجا چال کردست و فرض کنید پاسدار یا نظامی توش نکسته است. اینا باید خیلی رعایت کرد. و نمیدونم چرا از فانتونتون شما استفاده نمیکنید در این جریانات. گاهی ولو هیچ کارم نکند یه گردش بکنه ترسک است، فانتون همقدر صداش که بیاد یه ترسکیست، خیلی مؤثر است که اینها مرعوب واقع بشند. ولی اینا رو دیگه به نظر قاصر خودم دارم عرض میکنم. البته ما فرزند وارده خب این امور نیستیم، یه کسی هستیم با این کتاب ها سر و کار داریم اینا. ولی خب دیگه از باب دلسوزی است، مطالبی به ذهن انسان میاد که با رئیس دولت داریم میان میذاریم اینا. و امیدواریم که انشاءالله ایشون هم با جدیت تمام بعد از برگشتن مشغول باشن به اجرای این عرایض ناقابل مثلا. بله بله انشاءالله. انشاءالله امیدواریم انشاءالله بیشتر شما ها میتونید کمک باشید. انشاءالله امیدواریم انشاءالله. نخیر عرض کردیم که روحانیت همشون یک دل و یک قدم، تمامشون البته خدمت کردند و خدمت هم خواهند کرد بعد از این. بله با شما کمکن، شما با قوت قلب مشغول باشید به اصلاحات انشاءالله که این انقلاب ما انشاءالله به یه جایی برسه. بله دستوری هم از حضرت آیت الله خمینی هم صادر میشه، شما هم زودتر کاملا او را انجام خواهید داد انشاءالله. ما هم همطور در سهم خودمون هر کسی خدمات خودش دارد انشاءالله. بعد امیدوارم انشاءالله. بعد چای بیارن برای آقای نام انشاءالله که امیدواریم که خب حالا شب اینجا یه نان پنیر خدمتتون باشیم. بله 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 ب